که وسوسه حوا و آدم برای چشیدن طعم درخت نیکو میوه درخت نیکو باعث شد که اونها طعم خوش این زندگی رو نداشته باشن و باعث شد که نسل بعد از اون که من و شما هم باشیم چنین طعمی رو دیگه احساس نکنیم که از وسوسه اونها آمده هر وسوسه‌ای که در ما عمل میکنه و تبدیل به گناه میشه بعد از این هوس رو در ما ایجاد میکنه وسوسه بس میتونه در ما باشه نسبت به موضوعی که به هیچ وجه ما اون رو تجربه نکردیم همون گونه که آدم و حوا اون رو تجربه نکرده بودن اما بعد از اینکه ما تجربه میکنیم به نوعی مفصلی کتاب مقدس میگن رد, رد پای شیطان یعنی همون ذهنیت ما تجربه ما اون کاردکس ما که اون قسمت رو تجربه که و ازش لذت برده مدام اونجا حوث هست که ما رو به دام میندازه تا اسیرمون بکنه و اگر اون ایمانی که من و شما داریم توان این رو داره که مرده رو زنده کنه چقدر بیشتر در من و شما کار خواهد کرد تا در برابر حوث و وسوسه ها بیستیم مبادا حلاک بشیم سلیمان در کتاب امثال 5-22 الاب بت اعلام میکنه که گناهان شخص بدکار مانند ریسمان اون ریسمان همون هوس هست مانند ریسمان به دورش میپیچد و او را گرفتار میسازد بلهوسی او باعث مرگش خواهد شد یعنی بعد از وسوسه گناهی انجام شده حالا دیگه هوس به اون گناه میز ادامه پیدا میکنه بلهوسی او باعث مرگش خواهد شد و حماقتش او را به نابودی خواهد کشانید و مجال یک زندگی آرام رو نمید.